ارتباط پیا با دیویا خب اینا قابل اجراست شما اگه بخواید نقاطی رو دقیق و صحیح بگیری خب باید نوع پیتون با نوع دیویتون بخونه دیوی یکی از کاراشینه که با ترش در ارتباطه حتی با ویدیو هم در ارتباطه این تفکیک و جداسازیه و این اینکه این کلیت ها یا تنظیمات هر کدوم چند کارایی داره اگر شما در صحنه اصلی کار هستید میخواید فیلتر رو آنالیز کنید تصویری مانند این که بعضی ها شبیه این مانند یک هدف کوچیک یا سیگنال های ضعیفه خب با اینا امکان داره شما در مناطق متفاوت به عنوان پیشفرز برخورد کنید اینا پیشفرز نیستن اینا باستاب برگشت میدان ها که میتونن نزدیک به هم یا شبیه به هم باشن که خب سیستم شرایطش اینه که دید داره چون رو به آسمون هم بگیرید فرکانس های پایین هستن اینا میگیرن هر جا بگیری رو به زمین هم بگیری اون چیزی که در زمین باز تا به میدان ها اندازه گیری میکنه بهتون نشون میده این فیلتر رو آنالیز و محدوده ای که گرفتید تصویر گیریش مهمه پس اینجا باید اپراتور بدونه داره چه روش هایی رو پیاده میکنه و هر کدوم این تنظیمات چه کارایی نسبت به نوع روشش داره که امکان داره هر تنظیم یا کلید چندین کارایی متفاوت داشته باشه که ارتباطات رو برای تشخیص هدف اصلی ایجاد کنه خب این قدرتمند بودن و تکنولوژی انحصاری این نرم افزاره و با این رو یاد بگیرین چون هر کسی با این نرم افزارها آشنایی نداره این نرم افزار انحصاری تک بی‌نظیره و بعد رو به خوبی یاد بگیرید این ویدیوهای 55 ترشوده 45 ثانیه اصلی کار بوده میریم از روش GS H یکش پیش می‌ریم خب ما چهار روش اولیه G1 G2 G3 4 داریم که امکان داره شما دو قلعه ویدئوی قبل از تصویرگیری تونو با DV80 یا 95 برابره تره شده 45 در صحنه اصلی کار بگیرید ولی در روش‌های دیگه نگیرید خیلی میشه اختیاری برای صحنه اصلی کار این هم باز تکنیک پیشرفته نرم افزار و مدار اصلی سیستمه که میتونه خطاهایی که خودشون جای هدف اصلی نشون بدن اپراتور با انواع روش های فیلتر و آنالیز یا تبدیل میدان هایی که شبیه هم بودن رو تشخیص بده حالا اوتوران رو میزنیم آره یک جی سه رو انتخاب میکنیم پی ست سیلو و سیم میکنیم اچه 1 رو یه بار زدیم تیک تیپش نیومد یه بار دیگه میزنیم اگه دفعه اول زدید اومد دیگه بار دوم نیاز نیست بزنید بعد از زدن اچیک و اومدن تیک تیک پی صد رو میزنیم میریم سراغ دیوی هشتاد یا 95 بدون اینکه ما الان ویدیوهای قبل از تصویرگیری گیری رو تعیین بکنیم یا هاتراکو فقط میخوایم ببینیم آیا منابع شبیه هدف هست هدف هست پول تبهان یا چه شرایطی در اون محدوده وجود داره حتی امکان دارین لکه رنگا تبدیل شده به هدف مورد نظرتون بعد انتخاب تیک تیپ ویدیوهای تعیین شده قبل تصویرگیری یا هدف مورد نظرتون 25 24 ببینید در دی وی داده دو عدد متضاده هنوز ویدیوهای مورد نظر تیک تیپش رو انتخاب نکردیم هات هم نکردیم تو دی وی 95 هم 33 35 32 و تو پول تپان حالا ایرادی برش نیست چون ما هنوز تیک تیپ ویدیوهای قبل از تصفیه رو انتخاب نکردیم حالا میریم تیک تیپ ویدیوهای قبل از تصفیه رو انتخاب کنیم از این روش که الان ما پیاده کردیم معمول نیست ولی میتونید استفاده بکنید 55 تیک تیپش رو روشن میکنیم پی 100 میزنیم که دقت عمل و افزایش بدیم بعد میریم سراغ هاتراک هاتراک رو انتخاب میکنیم پی 100 ببینیم در روش جی چه یک آیا ما لکه رنگ مورد نظر پنج و پنج داریم یه دونه این گوشه داریم یه دونه این گوشه داریم خب اینا مثل زمان تمرینه مورد قبول نیست که این صحنه اصلی کاره رفته گوشه سیگنالش نباید ضعیف باشه تو صحنه اصلی کار زمان تمرین گوشه میره اصلا آلیاژ هدفتون یه فلز طلای ایر 18 تا 24 امکان داره فکر کنید خالص واقعی که نباشه قاطی باشه اصلا ایر 14 باشه خب اون کداش بین 45 تا 65 هم میاد اینکه خالص باشه و شما هم درست اعداد وی دی, آی دی وی و انواع ترشولداتون رو در مان تمرین داده باشید که بتونید کد عددیتون رو درست بگیرید اگه نگیرید باستا به برگشت میدان های داره با اعداد متفاوت زمان تمرین میاد ولی این صحنه اصلی کاره برای چی رفته گوشه البته ایزم به خدمت رو عرض کنیم شما اگه اینجا بیاید پیارم انتخاب بکنید پیای پایینو باید بازم این 50 و پنجا باشن ها که هستن ولی در مرکزیت نیستن حداقل این یه دونه 55 پنج پنج بود میگفتیم مرکز هدف گرفته یا منابع ترکیبی نیستن که شبیه هدفن مگه اینکه این گوشه ها رو محاسبه کنیم بگیم خود اپراتور گاما اشتباه و یا مرکز هدف اشتباه گرفته که اینا دیگه خطای اپراتوری به خود اپراتور مربوط میشه همه این آموزش ها بیان میشه که شما روش های کار متفاوت تصاویر یا تصاویری که نزدیک به هم هستن و باش آشنایی پیدا کنید حالا میگیم شاید در پول باشه یا منابع پول تبی باشه میایم پول رو انتخاب میکنیم تیک تیپش رو پی صد رو میزنیم باز هم هم حالت رو داره اینها رفتن در گوشه و پنجا و پنجا به مرکزیتش کدوم نیومد که بگیم حالا شاید خطای گامی بوده اشتباهی بوده تا اینجا ببینید این روش پیاده میشه و باید در همه روش ها دو قلوه ویدیو قبل تصویرگیری گیری حداقل یکیش در وسط یا در میان باشه خب با این دیوی 8295 ما دیویا رو بیاریم پایین مثل دیوی ده که ربطی هم به ترش 45 اون برای صحنه هستی کار نداره منابع دیگر حدودی میتونیم در نظر بگیریم که هدف اصلی هست یا نیست یا اینا اینجا وجود دارن یا نه چرا به دلیل اینکه 4 45 بوده ویدیو هم که اصلا ویدیو های 55 بوده در ویدیو هایی که میدید لک رنگ اون مهمه شما انواع لک رنگ ها رو بر روی صفحه نمایشگر میبینید این به خاطر باست ها برگشت میدان هاست که به این صورت میشه و این حسن فلزیاب و یابند های فرکانسی که همه میدان ها رو آشکار شکار میکنه شما با فیلتر آنالیز میتونید جدا سازی کنید میدان هدف مورد نظرتون این قانون تفکیکه پس تا اینجا ما نتونستیم اون هدف مورد نظر که باشه در دیوی 8095 در مرکزیت بگیریم کنار بوده گوشه بوده اپراتور خودش اختیاری میتونه به چنین محدوده ای دست بزنه حالا این حد تمام روشهاش پاسخ بده که نمیده همین اینجاش هم نمیده حالا بگیم شاید یه روش بره گوشه بقیه روش ها اشکال نداره به ما پاسخ 55 در مرکزیت میده الان یه تکلکه به ما اینجا پنج داره تو مرکزیت میده در دیوی پنج. خب این یه تکلکه است دیگه جاهای دیگه نداریم ببینید اینا تفاوتشه الان با وجود پولتبی که انتخاب کردیم ما دیوی پنج رو زدیم یه دونه تکلکه اومده وسط در دیوی هشتاد. دو تا تکلکه میره گوشه خب این تکلکه که در دیوی پنج در این مرکزیت میاد وقتی پول تب رو ور میداریم پی صد رو میزنیم این دیگه این کود رو نمیده خب نداره میگیم شاید پول تبی بوده ولی جفلکه نیست تو دیوی 95 این رو باید در نظر بگیرید بازم اینجا اپراتور اختیاری میتونه دست بزنه چون بریم روش دیگه ایش رو ببینیم اصلا تیک تیپ ویدیای قبل از تصویرگیری رو حذف کنیم چون باید همه روش ها پاسخ بدن دیگه حالا همه که نمیشه داد دونه دونه با شکل مختلف و متفاوت میگیم که شما بتونید اینا بهره ببرید که آشناشید با ها و روش های متفاوت خیلی تصاویرم شبیه هم از ایرادی برش نیست خب اونا باستای برگشتشون یکسان بوده حالا حضر تیک تیپ ویدیو قبل از تصویری اتوران آره یک ویدیو قبل از تصویری تیک تیپش رو می کنیم پی 100 میریم سراغ سی ال و سی ام می کنیم میانیم دی وی دوباره هم حالت داره پنج و پنج که اصلا شد پنج و هشت 55 اصلا شد 58 حالا میایم دیوی 95 رو انتخاب میکنیم یه 55 تک داریم در مرکز دیگه نداریم این گوشا 55 و این دیگه اختیاری اپراتور میتونه دست بزنه اینه که روشهای گوناگون باید پاسخ بده خب این زمان تمرین نیست صحنه اصلی کاره در دی وی 80 که در روش جی اس اچ 1 یا جی 2 جی 1ش همه داشتیم 55 پنجه پنجه رو این گوشه می گرفتیم در دی وی در اینجا دیگه نمیگیریم حتی در این حالت ما نمیگیریم 58 رو داریم میگیریم تو دی وی 95 ام یه تکه 55 این وسط بر ما میده که خب این تکه جفت برای صحنه هست دیگه خب زمان تمرین بود اشکالی نداشت حالا حتمی بتونیم هاتراک هم به عنوان تغییرات داخلی در این روش استفاده کنیم حذفش کنیم پی رو بزنیم میره رفتش حتی اینم با حذف هاتراک رفت این برای صحنه اصلی کار و از عامل تمرین امکان داره بره ایرادی نه سیگنال ضعیفه ولی اینجا سیگنال قویه این است که باید شما یاد بگیرید بدونید که چجوری میشه تشخیص داد هدف اصلی رو و خطا کردید درست نتونستید مرکز هدف اصلی رو بگیرید اینی که خطای اپراتور اپراتور وقتی خطا کنه خب سیستم هوشمند تشخیص میده دیگه این تکنیک ها و روش ها رو یاد بگیرید برای سرنی اصلی کار تا بهترین کارهایی رو به دست بیارید